بهاران که از راه می رسید تو صبح عید را با نقل و بوسه و نبات و سنبل آغاز می کردی. سفره عید رنگین بود با ماهی و سبزه و سکه و سلام و بوسه و مهربانی، و تو به همه عیدی می دادی با اسکناس‌های تازه تا نخورده و نو که لای قرآن خطی کهنه گذاشته بودی تا سال بر آن بگذرد. بچه ها لباس نو بر تن، کفش تازه بر پای، با صورتی به گشادگی گل و لبخندی به درخشش آفتاب به سوی تو می شتافتند. عمو یادگار سلام، عید شما مبارک. پسران سلام، دم به شما سه چارک. و هر کس به تفاوت از دست تو دشتی می گرفت، زیرا که در افسانه آمده بود دست عمو یادگار نعمت و برکت است، زیرا عمو یادگار زنجیر بافته غم سال کهنه را با خود برده و پشت کوه فراموشی انداخته و سال نو را با سکه و سلام و سنبل و سبزه آغاز کرده است. و بعد بهار می آمد و شکوفه ها و سیزدهم فروردین و گلگشت و تماشا و اشارهای عاشقانه در سبززارها و کاهو سرکنگبین و پتو و پاسور و آن زمزمه ها که اگر از شرم بر لب نمی گذشت با شور در دل همی گذر داشت. و بعد فصل گل و گلاب می شد و تو در تمام کوه پای ها گلاب گیران را کمک می کردی تا عطر گلها را در شیشه ها به شهر آورند و دود و سیاهی را با آن بشویند. عمو یادگار، زردالوی نوبر، گیلاس نوبر، گوجه سبز و چغال بادام را تو بر سر هر کوی و گذر در مجموعه مسی می گذاشتی و فریاد می کردی. و آخر شبها این تو بودی که از در میخانه بیرون میزدی، گرم از پرتو می ناب و سرخوش از عطر سنگین شب بهار، آواز مستانت در کوچه ها میپیچید. آواز مستانی تو به بلندترین های های مردان در شب ستم میمانست وقتی میخوندی. صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار. بله، بهارانه ای بود از دکتر سردالدین الهی نوشته و صدای ایشون. بسیار ممنونم از ایشون که این بهارانه رو در اختیار ما گذاشتند. شب و روزگار خوش، سالتون سبز.